سلام بچه ها، چطورید؟ من محمدم، اونجا تیوی تکنو به چنل من خیلی خوش اومدید. امروز میخوام یک بار برای همیشه مشخص کنیم که آیا شیریت واقعا اپ خطرناکی هستش یا نیستش. اگه اپ خطرناکی هستش آیا جایگزینی داره یا نه؟ اگه داره جایگزیناش چی هست؟ بهترین اون جایگزینا کدوما هستن از نظر کل دنیا و کاربرا؟ در کل همه اینا رو میخوایم بررسی کنیم و به تمام این سوال ها پاسخ بدیم. امیدوارم تا آخر ویدیو من رو همراه باشید. اگرم تا اینجای ویدیو، یعنی تا اینجای ویدیو که این چند ثانیه اومدید و دکمه سابسکرایب رو نزدید، این زنگولش هم نزدید، جفتشون رو بزنید که من هر ویدیو جدیدی که گذاشتم تو اول نفری باشی که بیای و ویدیوهای منو تماشا کنی. بیشتر از نفته میزنم، بریم سراغ ویدیو. خب جواب این سوال که آیا شیریت خطرناک هستش یا نیستش، بله هستش. البته فعلا تا قبل از اینکه شیریت معلوم نیست آیا این قضیه رو درست کنه یا نه، که احتمال زیاد بالاخره این حفره امنیتی رو درستش میکنه، جمع جورش میکنه، ولی کسی نمیدونه کی و چه زمانی، ولی بالاخره این اتفاق باید بیفته دیگه. یه همچین کمپانی مثلا نمیاد یه همچین برنامه‌ای که انقدر مشهور و معروف بودش رو خراب کنه و بندازه بره پی کارش. اما خلاصه این حفره امنیتی اصلا چی کار میکنه؟ این حفره امنیتی ایجاد شده یه قضیه درست میکنه که هکرها به راحتی با یه سری کد نویسی ساده میتونن به اطلاعات و فایل های کاربر را دسترسی پیدا کنن. حالا چطوری این اتفاق میفته؟ شاید بدونید، شاید هم ندونید. اینکه بلوتوث گوشی امن‌ترین راه واسه انتقال داده است. در کل بلوتوث خیلی امن‌تر از وای فای و شیریت واسه انتقال داده سریع‌تر میاد از وای فای گوشی استفاده میکنه. حالا حتما نه لزومن گوشی، کامپیوتر، تبلت، همه چی میاد از وای فای استفاده میکنه واسه انتقال داده هرچه سریع تر. اما چرا بلوتوث ایمنتره؟ چون بلوتوث یه شعاع خیلی محدودی رو میتونه به کاربر اجازه بده توی اون محدوده که بلوتوث اجازه میده انتقال داده انجام بدن. اما وای فای، خب همونطور که میدونید اینترنت دیگه، اینترنت به کل دنیا میتونن دسترسی داشته باشن باهات، و هکرها میان از وقتی یه حفره امنیتی ایجاد میشه میان میبینن وای فای هم که هست چه بهتر، میان میتونن به راحتی تمام اطلاعات رو ببرن. اما وقتی میگم به راحتی، نباشه همه برنامه ها، مثل این برنامه که الان میخوام بهتون معرفی کنم و اسمش اکسندر هستش. اکسندر در نرم‌افزار تازه و جدیدی نیستش، خیلی وقتی که هست. اما خب وقتی همه کاربر رفتن سمت شیریت، خب اون اسمش زیاد بزرگ نمیشه و طرفدار زیادی جذب نمیکنه. اما الان اکثر کاربرا که نه، ولی بخشیشون شیریت رو پاک کردن و اومدن ازش بیرون و از شر این همه تبلیغات هم خلاص شدن. اکسندر میگم با تجربه است، امنیت فوق‌العاده‌ای داره، سرعت انتقال دادش واقعا محشره و خیلی سریعه. اگه امتحان کنید میفهمید که از شیریت کم که نداره هیچ، شاید یه چیزی هم اضافه داشته باشه. اکسندر این شیریت و زاپیو که قدیم بود حجم خیلی پایینی هم داره و از همه جا میتونید دانلودش کنید، یعنی مثلا این گوگل پلی بعضی برنامه‌اش واسه کاربرای خارج از کشور هست اونطوری نیستش و میتونید واسه از همه اپ‌ها این برنامه رو دانلودش کنید. بریم و چند تا دیگه بهتون برنامه معرفی کنم و این ویدیو رو جمع و جورش کنیم و بردیم. خب به نظر خودم، اگه نظر خودم رو بخواید، البته بهترین جایگزین شیریت در حال حاضر اکسندر هستش. اما خیلی ها میگن خب چرا به زاپیا برنگردیم؟ زاپیا هنوزم سرعت انتقال دادش واقعا کمه و عذاب‌آوره. من
دوباره یه سری ریختم و امتحانش کردم و واقعا کند عمل میکرد. اما دو سه تا دیگه هم اپ هستش که میتونید جایگزین شیریت کنید، ولی بازم میگم اکسندر به نظرم بهترینشونه و جدیدترین که نه، ولی جدیدترین رابط کاربری رو داره، یعنی به تازگی یه آپدیتی داده. یکی از اپ های دیگه هم که میتونم بهتون معرفی کنم، اپی هستش به نام فیم. اسمش یه جوریه ولی خودش هم یه جوریه. من یه بار دانلودش کردم قبل از اینکه به شما بخوام معرفیش کنم و اصلا خیلی محیط کاربرش قدیمیه و اصلا پیچیده است به نظرم یه جورایی. من باهاش حال نکردم. حالا این اپ چه خاصیت هایی داره، ویژگی هایی داره، ویژگی که نداره والا، هم هر چی که برنامه دیگه دارن و داره، فقط یه ذره میگم پیچیده تر، یعنی لقمه رو از دور گردن چرخونده دیگه. ولی واسه هم لینوکس هستش، هم مک هستش، هم ویندوز هستش، هم اندروید، آی او اس، خلاصه واسه همه سیستم عاملا در دسترس هستش. بریم سراغ برنامه بعدی واسه تون معرفی کنم که این برنامه هم خوبه. این برنامه که میخوام معرفی کنم بهتون برنامه آخره و خوبه نسبت به فیلم، نسبت به اون خیلی بهتره، اما از اکسندر واقعا بهتر نیست. اسم این برنامه Send Anywhere هست و خلاصه دیگه همه این اپ ها تقریبا شبیه همن دیگه، ولی باید ببینید کدوم رو بیشتر دوست داره و من این وسط اکسندر رو انتخاب کردم. بعضی مثلا میگن شیرمی و میدراپ که واسه شیائومی هست رو مثلا دانلود کنیم، اما واقعا نه، مثلا این برنامه های شیائومی بیشتر روی خود گوشی های شیائومی کاربردی ترن، ولی این برنامه چون تازه است و نوسازی تازه شدن خیلی آپشن خاصی نداره که بتونه به کاربر کمک کنه. خلاصه این همه اپ هایی بود که میتونستید جایگزین شیریت کنیم و بازم میگم شیریت خطرناکه، من خودم پاک کردم. اگه واقعا امنیت دوست مهمه پاکش کن تا ببینیم به آخر چی میشه. و اینم بگم که سال 2017 دوباره یه حفره امنیتی اتفاق افتاده بود واسه شیریت، اما سال 2018 اومدن این حفره امنیتی رو پر کردن، درستش کردن. دیگه بیشتر از اینم حرف نزنیم. بازم میگم این دکمه سابسکرایب رو بزن، چون من تو هفته وسط 3 تا ویدیو دارم. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگه.